جناب علمی صاحب، به نظر شما حضور حامد کرزی به عنوان رئیس جمهور سابق افغانستان در پاریس چه تأثیر مثبت در فضای پرتنش سیاسی کشور دارد؟ نمیدونم که صحبت های قبلی در کجا ختم شد، چرا قطع شده بود؟ دمو اول قطع شد، اگر بفرمایید از اول دوباره صحبت خب. با معذرت خدمت شما عرض کردم که در جهان ما امروز ای یک عرف شده یا یک مسئله است که یا عادت است یا رواج داره که یک در یک کشور نامگذاری یک جاده، یک مجسمه یا تندیسی یک شخصیت یا از کشور دیگه یا خود قهرمانان کشورهای دیگه هم جور شوه یا به نامگذاری شوه. ما خدمت شما عرض کردیم که در مثلا در هالیوود شما برید در جاده که بزرگی است، چاپ پای انگشتان دست بزرگان کشورها در او جاده دیده میشه. در برتانیا، در لندن چند قبل با شما شاهد بودیم که در وایت هال، در جاده وایت هال مجسمه نیلسون ماندلا ساخته شد. در کشور خود ما هم مسئله عام است بوده، جاده ها نامگذاری شده. این جاده ها را نامگذاری جاده ها را در کمز جاده به نام آمرسو شهید در پاریس شده، ما یک نام نیک می‌داریم و جزء عرف و ارجگذاری به سایر ملت هاست. در این قسمت خدمت شما بیان کنم که از تلاش ها و از خدمات ژورنالیستان خصوصا آقای دقتی و امثالشان در دوره جهاد افغانستان باید ما قدردانی کنیم. ایشان 40 سال در کنار مردم افغانستان بودند و سالهایی که ما در جنگ بودیم، در جهاد بودیم، اگر تلاش های اینها نمی بود صدای مردم افغانستان در گروه خفه می شد و می آبودند که صدای مردم افغانستان انعکاس دادند. و در این راه نه تنها ژورنالیستان بلکه ده ها تن از خدمتگزاران اجتماعی، دکتران آمدند در افغانستان و ایدهشان جانهای خود در این راه از دست دادند. ایشان بودن که جهاد ما را، حقانیت مردم ما را به گوش مردم جهان رساندن و امروز به اثر تلاش از اوست که ما میبینیم که یکی از قهرمانان ما در فرانسه یادبود میشه. در قسمت سوال شما خدمت شما عرض کنم که من چند خاطره از ذکر میکنم بر شما، بعدا از جناب کرزی صاحب ممکن است در دو بودی بررسی کنیم. فراموش نکنیم که برای اولین بار که جناب آقای کرزی به افغانستان آمدن بعد از اداره معقد، اولین سفر ولایتیشان به مزار آمرسه تشریف بردن و از اولین اقدامشان امی بود. چی در جناب کرزی در زمانی که در ریاست جمهوری بودن همواره از آمرسه قدردانی کردن. ما خواهیم دو شاهد مثال برتان میتم. اولی که زمانی که آقای کرزی در دوره انتقالی بود، ما دوزان معاون سخنگوی رئیس جمهور بودم. روز من به دفتر خود خواستن و در اون زمان کلیپ های از جناب آمرسه به نام سخن سالار در رادیو تلویزیون برش بسید، تلویزیون میدی برش بسید، جناب ایزدی آرسه شاهد است. من به کزایی سه به من دستور داد که به جناب حضرتی سه این بگو پیام برسان که هیچ وقت نباید کلیپ های یا سخنان آمرسه از تلویزیون ملی برداشته شد. ایشان برای من گفتن که اگر جناب عزتی صاحب، جناب غلام حسین عزتی که در اون زمان رئیس رادیو تلویزیون بود، بهشان بگو که اگر کسی بالای فشار میه مستقیم از خود من دستور بگیریم. ای ما گفت من پیام به جناب عزتی صاحب رساندم و رئیس جمهور کرزی به اون زمان به من گفت که عامر صاحب احمد شاه مسعود انسان بسیار بزرگی بود و بالای ما و ملت افغانستان بسیار حق دارد. همین جمعه است که خوشم به من تکرار کرد. یک مثلا دوم، زمانی که انتخابات 1983 برگزار می شود، کرزی ستاد انتخاباتیشون اعلان کردن و در اونجا خلاف توقع جناب مارشال صاحب مرحوم معاونشان نبودن. به عوض جناب احمد ضیاءخان مسعود ای معاون برگزشتن. بیاد دارم که اولین سوال چون من اون زمان سخنگوی ستاد تعیین شدم، اولین سوال طبعا رسانه ها از من میپرسیدن که چرا جناب مارشال صاحب معاون نیست و جناب احمد ضیاء صاحب مسعود معاون است.
من این مسئله با جناب کرزی در میان گذاشتم. جناب کرزی دوانه بودیم به یک مجلسی از مشاورین نشان بودن، 35 چند نفر از مشاورین جمع شده بودن و رئیس با او ملاقات داشت. زمانی که ملاقات جیان پیدا کرد شروع شد، رئیس جمهور به مشاورین گفت که شما شاید از من سوال کنید که چرا ما احمد زیاب خان مسعود ما به حیث معاون انتخاب کردیم، و این سوال به ما بود که در رسانه ها مراجعه میکنن، رسانه ها از پرسان میکنن، همین جواب باشه. ایشان گفتن که فقط برشان بگوین که احمد زیاب خان برادر عامر صمیم شهید است، برادر احمد شاه مسعود است، همین کافی است. و جناب یزدی صاحب شاهد هستن که در اون زمان، زمانی که جناب مارشال صاحب معاونیت نمیشن، در معاونیت نمیشن، رئیس جمهور تصمیم داشت که یا جناب احمد زیاد خان یا جناب احمد ولی مسعود بایس معاون انتخاب کنن. بنابراین از هر دو جنبندی میتونیم بگیم که جناب کرزی در اون زمان، از اون زمانی که از وقتی من شاهد هستم، همیشه با عامر صاحب احترام داشتم. میایم در مسئله زمانی که در سال 1393 انتخابات شد، انتقادات فراوان بالای جناب کرزی وارد است که چرا زمانی که متوجه شد یا دانست یا بهش پی برد بهش گفته شد که در انتخابات تقلب شده، چرا قدرت انتقاد به جناب رئیس جمهور امروز؟ و یک سوال است که ممکن است که در قسمت تاریخ یک انتقاد کلان بالای جناب کرزی وارد بسازه که در حالی که شما میشناختین این شخصه که چی داره، چی نوش خاصیت است، چی نوش فکر داره و چی نوه بغیر خود هیچ کسی را خوش داره و یک مشکلات کشور بوجود میره، زمانی که در انتخابات تقلب شد میتونستیم مثلا با آسانی انتخابات لغو کنیم یا انتخابات باطل بسازیم. شما چرا به قدرت انتخاب و امروز خود حامد کرزی از عمل کرده رئیس جمهور غنی شکایت فراوان داره و یک انتقاد شدید است که ممکن است عالی، ممکن است فردا 100 سال بعدم بالای از این انتقاد وارد بشه. و دوستان جناب عامر صاحب، همسنگرانش انتقاد به شدید داره که این کار کرزی باید صورت نمیگرفت. بنابراین سیاست مداران چه بود شخصیش یا بود سیاسی از هر دو بود، ایشان مجبور بودن در حال خصوصا در حال که مسئله حکومت موقت و یک حکومت عبوری یا حکومت انتقالی مطرح است که گویا اگر بتانن تا اندازه اشتباهات را که مرتکب شدن، خصوصا اشتباهی که در 1393 در زمان انتقال قدرت به جناب رئیس جمهور فعلی مرتکب شدن، این به یک اندازه ترمیم کنن. و در اینجا دیدیم که با شرکت کردن طبعا هم از بعد سیاسی هم از بعد عقیدتی، در بعد عقیدتی من 100% به این معتقد هستم که ایشان به شخص عامر صاحب احترام فوق‌العاده‌ای داشتن و بار بار ما شاهد بودیم. دو مسئله را ذکر خدمت شما کردم، سه مسئله را که رفتنشان بر پنجشیر در روز اول بود یا بعد از اولین سفرشان، بعد زمانی که کلپایشان میشه با من گفتن، بعد انتخابات جناب احمد زیاد مسعود و دیگه شاهده ما داریم در تجلیل از سالگرد عامر صاحب همیشه سهم گرفتن. و از بود شخصیش، عقیده شخصی و اخلاص شخصیش و بود سیاسیش که پایشان به پاریس کشاند. شما اشاره کردین به انتقال قدرت از آقای کرزی، با وجود از این که با برنامه و ارتباط نداره، ولی از برداشت ما را میخواییم، از برداشت شما را از آنچه که صورت گرفته بفهمیم. جناب اسپانتا در کتابشون نوشته میکنن که آقای لودین آمد نتایج انتخابات برای آقای کرزی گفت که 55% دکتر عبدالله رای داره و تقریبا 39-40% هم آقای اشرف غنی. نظرتان در این قسمت چی هست آقای علمی؟ البته فکر میکنم که شما که لودین صاحب گفته، آقای لودین در انتخابات اولی بود که جناب دکتر عبدالله با در مقابل جناب کرزی بوده. فکر میکنم در بحثی بعدی آقای نورستانی بوده، برترتیب آقای نورستانی بود که رئیس کمیسیون انتخابات. البته من در این قسمت حرفای اسپانتاس شاید نفهم که کجا اینجا کم دقت شده در انتخابات اول فکر میکنم بوده. حالا حرف ما در انتخابات 1393، در انتخابات 1393 به همه کس واضح بود و آشکار بود که در انتخابات تقلب صورت گرفته.
چندین بار شخص خودم ما از رئیس پرسان کردم که زمانی که اگر چه دو زمان من دفتر ریاست جمهوری کار نمی کردم، من در پست خارجی بودم، دیپلماتی بود، بعضی کابل رفتم در معاونت اول ایفای وظیفه می کردم. مجموعاً از جناب کرزی پرسیدم که خودت می دانستی که در انتخابات تقلط صورت گرفته، می دانستی که انتخابات باطل بسازی، و در یک سال دوم که شما خودتان می دانستی که دکتر اسد اشرفی دایچین و خواص است، خواص که هیچ کس قدرت جاذبه نداره و مردم از پیش خفه می سازن، مردم از پیش ناراض می سازن، مصلحت در نظر نمی گیره. ما هرچی نباشه یک جامعه مصلحتی است، باید مصلحت ها در نظر گرفته شود و این آدم توانایی این کار نداره. همین حرفایی است که دقیقا ما به خدمتشان عرض کردیم. اونها دو مسئله داشت. اولی که گفتن که از فشار زیاد خارجی ها بالایشان بود. حرفای خودشان است، امید است که یک روزی این حرفا را به ملت افغانستان صادقانه بگویند. که فشار خارجی ها بود و آمریکایی ها و خود خارجی ها، البته ایشان تقریبا آمریکایی ها نگفتند، بلکه خارجی ها تصمیم خود گرفته بودند که کی رئیس جمهور شود. حالا در مورد مراسم امروز که سرش بحث میکنیم، به نظر شما سکوت ارگ و محمد اشرف غنی به عنوان رئیس جمهور افغانستان چه معنای سیاسی و تبعات منفی دارد؟ خب کم بعد برگردیم، بودن یک سال قبل ایشان سوال شما در اون قسمت جواب داده شما، زمانی که تمام برادای ازبک ما شما مارشالی جنرال دوستم جشن گرفته بودن و در پای او توافقنامه جناب دکتر اشرف غنی امضا کرده بودن، حتی تا به امروز ایشان تبریکی هم ندادن. بنابراین همین مسئله است. بنابراین و توقع نمی رفت که اشرف غنی از این مسئله استقبال کنه، ولی خوشبختانه وزارت خارجه ما استقبال کرد. ممکن یکی از مسائل که فعلا شنیده میشه که گویا روابط وزیر خارجه با ارگ رو به تیرگی نهاده، این مسائل باشه. دکتر اشرف غنی فطرتا انسان همچین انسانی هست که با حرفای خود هر روزی که حرف میزنه ایده که بجایی که ایده با خود جلب کنه ایده خود میرانه. حرکات از مشکل ما که با جامعه دکتر اشرف غنی همیست، با حکومت دکتر اشرف غنی همیست، اونها کار نمیکنن که مردم بیاین. از یک طرف، از طرف دیگه، از طرف دیگه شخص خودشان یک نوع عقده یا بدبینی دارن. یکی از حرفایی که در روزای اول حکومت انتقالی که زمانی که ایشان وزیر مالیه بودن، البته حرفا رو به خودم به گوش خود نشینیم، ولی شینیم که در کابینه گفته شد، اونها از دانشان برآمده بود که من از خیرخانه به اون طرف افغانستان به رسمیت نمیشناسم. همین حرف است که او زمان صدا صدای زیادی ایجاد کرد، ولی چون ما خودم نشنیدیم، این مدت جایی نوشته نکردیم، چون به گوش خود نشنیدیم. اینها یک نوع گذشتهشان برگردیم که اینها به جز از شخص خود به کسی دیگر اصلا احترام قائل نیست و به اهمیت داشت نمیده، چی در گذشته تاریخی افغانستان چون ببرید ایشان در جلال آباد، در ننگرهار بود یا در پکتیا بود، گفت یا در کنر بود، فکر گفتن که از تاریخ از احمد شاه بابا تا به امروز کسی دیگه به جز من رئیس جمهور انتخابی نبوده. بنابراین یک نوع خودنگری است، یک نوع ایگویزم است که ایشان دارن و هیچ کس نباید از این منکر شد. جوا چند وقت قبل ایشان در پکتیا سفر کردن، گفتن که تمام افغانستان رو خدمت جور کردم، آل روبت پکتیاس با تاکید که جور نکردیم. و جالب است که 3-4 نفر ساده لحو دیگه در پیشش و هم سر شور داده که بلش بار جور کردیم. نیفهم اونها به تحقیر گفتن یا به تمسخر گفتن یا باور داشتن. خب این مشکل است که برش بگوین که نه جور نکردی برای رئیس جمهور. خب مشکل رئیس جمهور ما، یک روز کسی پرسان کرد که بین جناب کرزی و جناب اشرف غنی چی فرق است. من با شوخی بهش گفتم که جناب کرزی صاحب حرف هر کس بشید و کار خودم میکرد و جناب دکتر ساعت حرف زدن کسی نمیمونه دیگه. باید ما شما قبول کنیم. خب بنابراین